یاد خدا و با درود بی پایان به همه یارانان در سراسر اینجا. در این چند روز اخیر حتما شنیدیم که دست یه آدمی که چند تا گوسفند دزدیده رو بریدن. البته این بار اول نیست، قبلا هم از این نوع جنایات مثل سنگسار و دست و پا بریدن و چشم از حدقه در آوردن و غیره در ایران انجام شده. این آخوندهای شیعه دوازده امامی که خودشونو از نوع ناب محمدی میدونن، اینا دست و پای آدم ها رو میبرن. درسته که از سوی یه سری آدم هایی که پاک دل هستند علیه اینا سخنهایی گفته میشه، ولی خاصیت جامعه طوری شده که چنین جنایاتی رو که علیه هموطنان یا به طور کلی علیه بشریت انجام میشه فراموش میکنن. و اگر به همین منوال بخوایم پیش بریم و عکس العملی در مورد این جنایات به طور قاطع انجام ندیم، فردای روزگار این دست دست شما خواهد بود که بریده خواهد شد. این سرنوشتیه که در انتظار هر دستیه که در ایران هست، که آیت الله های دست و پا بر و اسید پاش، آقا به روی دخترای ایران اسید میپاشن، فتوا صادر میکنن در نماز جمعه. فکرشو بکنی جمع شدن که خدا رو نیایش کنن، فتوا میدن مثل اون احمد خاتمی، میگه باید برای بدحجابی خون ریخته بشه یا به صورت دختران سرزمین ایران اسید پاشیده بشه. یعنی اگر کسی شرف داشته باشه باید از این حکم زور نگذره آقا، تا ثابت بشه چه کسی بی شرف هست. اما باید از اینا بخوایم که بیان و توضیح بدن که از کجا چنین اختیاری رو به اونها سپرده شده، از کجا چنین حقی رو آوردن که فرزن شخصی چند تا دونه گوسفند دزدیده فتوای دست قطع کردنش رو صادر میکنه. ولی در همین نظام جمهوری ملایان شیطان 700 میلیارد 800 میلیارد 1800 میلیارد دلار گم میشه، یعنی دزدی میشه. همه اینو میدونن که دست احمدی نژاده، اون دزدیده. سردسته دزدای نظام که خاخام خامنه ای باشه، اون میاد و میگه که نظر ایشون به نظر بنده نزدیکتره، یعنی من این دزد رو حمایت میکنم باهاش کاری نداشته باشی. همونطوری که شخصی مثل سعید طوسی به اقرار خودش به 19 نفر جوانایی که به اونا قرار بوده درس قرآن بده تجاوز کرده، هم دست خطش هست هم صداش هست که آقا ما این کارو کردیم، انشاءالله خدا از سر تقصیرات ما بگذره. آیا شما دیدید که این رهبر معظم یک کلمه حرف بزنه؟ نه خیر آقا، بلکه گفتن این پرونده سعید طوسی رو در اسید حل کنید، یعنی چیزی از اون باقی نمونه. یا اون یکی سعید که پروندهش توی کهریزک و تجاوز به زندانی ها علنیه، خب با غرامت 200,000 تومان سر و تای قضیه رو حل میکنن. این درخشندگی عدالت بی عدالتی در این جمهوری جهل و جنونه. اما ببینید که شخص دیگه ای از روی فشارهای زندگی و بدبختی و گرسنگی رفته چند تا دونه گوسفند دزدیده، دست او رو بریدن. اینا باید بیان پاسخ بدن آقا که این علمایی که به چنین حقی خودشون رو میدونن از کجا این حق رو آوردن، از کجا این حق رو آوردن که دست و پای مردم رو میبرن. ما باید اینا سوال کنیم این اعمال ضد انسانی چه استدلالی برای اون دارن. استدلال اونها این هست که ما دست دزد رو میبریم که برای دیگران درس عبرت بشه. در قرن 21 یعنی عقل تمام این علما که اینها علمها هستند روی هم بگذاریم، باز به این نتیجه میرسن که دست و پای مردم رو بیاییم ببریم، چون ذاتشون جنایتکاره. رژیمی که از رأس هرمش که خاخام خامنه ای باشه به اینا گفتند علی بابا و 40 دزد بغداد، یعنی علی خامنه ای دزده، لاریجانی هم جانیه هم دزده، رفسنجانی هم رسمن جانی بوده و هم دزد بوده، یعنی شما یک نفر رو در این نظام نامقدس نام ببرید که دزد نبوده. از اون بالا تا پایینش بسیجی ها دزدی کردن، غرور و شرف مردم سرزمین ایران رو دزدی کردن آقا.
آخوندها دزدی کردند. سپاه پاسداران اسفل و سافلی با اسلحه دار و ندار مردم ایران رو دزدی کردند و پای این دزدی آشکار ایستادن، مردم مظلوم رو رها کردن، پشت آخوندها وایستادن، یعنی پشت ظالمترین موجودات که هیچ خجالتی بر صورت اینها نیفتاد و گفتن هر کسی به این حکومت جهل و جنون چپ نگاه بکنه با ما طرفه. یعنی چی؟ یعنی ما دست آدمی که یه دونه گوسفند دزدیده رو، یه دونه گونی برنج دزدیده رو میبریم. اگه یه آخوند بیشرف بیناموس چشم به دخت ایران داشته باشه و اون دختر خودش رو در اختیار این آخوند نذاره، براش پاپوش درست میکنیم، سنگسارش میکنیم. و یا اگه کسی دو تا دونه گوسفند دزدیده باشه، دستشو قطع میکنیم. ولی از رأس حکومت تا پایین ترین درجه حکومت که دزدای اصلی هستن، توی این جامعه دست و پای اینا سالم میمونه. 700 میلیارد دلار جلوی چشم همگان گم و گور میشه، که این فقط یه نمونه است از این دزدیای نجومی. ولی دست احمدی نژاد و خامنه ای و سعید مرتضوی یا اون اژه‌ای و دیگران سر جاشه، یعنی دست خاخام خامنه ای و بقیه دزدا قطع نمیشه. اما اگر خدا بخواهد، دست خاخام خامنه ای به علت لمس قدرت لمس میشه، یعنی فلج میشه. و حال اون که استدلال ما چه هست؟ ما میگیم که این روان یک شخص هست که مثل راننده در وجود آدم فیزیک تن انسان رو به حرکت در میاره. این فیزیک تن وقتی که دچار کارهایی میشه که ما اون رو در بیرون مورد قضاوت و ارزشیابی قرار میدیم، نمیتونیم بگیم که این فیزیک تن رو بگیریم بکشیم. چرا؟ چون با کشتن تن اون اندیشه اصلاح نخواهد شد، بلکه اون تن که باید رانندش که روان اون شخص هست تعلیم بگیره. راننده باید به قوانین حرکت آشنا بشه، یعنی روان ما به قوانین زندگی آشنا بشه. این قانون مانیفست زندگی بشر. بنابراین وقتی در قوانین اجتماعی یک جامعه‌ای مثل ایران میان دست یک نفر رو میبرن یا قطع میکنن، این کاملا اشتباه است. برای اینکه وجود انسان به عدالت آفریده شده و وقتی تو میایی دست یک نفر رو قطع میکنی، تو عدالت وجود اون شخص رو از اون شخص داری میگیری، یعنی تو قانون و دانش خدا در خلقت آدم رو داری نقض میکنی. اینجاست اون استدلالی که میگیم وقتی شما روان یک شخص رو به راستی و راست آشنا کردید، کسی که دزدی میکنه دستش کجه. چرا؟ چون فکرش کجه. اگر تعالیم راستین در جامعه باشه و فکر او رو راست و راستی درش به وجود بیاره، دست کج او به تابعیت از فکر راست، راست میشه برای همیشه. که این راستی و درستی در آیین پاک زرتشتی بوده به پندار و گفتار و کردار نیکش، یعنی مفید و سازنده پندار کنی و اندیشه کنی، مفید و سازنده گفتار بکنی و مفید و سازنده عمل بکنی. بنابراین اینطوری میشه که اگر در این خانه کسی هست، یک حرف بس است. با سه تا کلمه ایرانی ها به آدمیت رسیدن، ولی هستن کسانی که براشون هزاران آیه نازل شد ولی به جایی نرسید. حالا اون کسانی که دست میبرن، پا میبرن، به ما نمیگن که آیا شما جامعه رو بی‌طبقه کردید؟ آیا شما جامعه رو خالی از جرم و جنایت کردید که استدلالتون این هستش که در جامعه همه چیز ردیفه، این شخص هنوز میره دزدی میکنه، پس ما دستشو میبریم؟ تازه عقلتون تا اونجایی میرسه که بازم برید و دست و پای انسانها رو ببرید. اما اون دست واقعی که باید بریده بشه، دست آخوندهای ادیان هست. یعنی دست اینا باید کوتاه بشه، از کتابهایی که به اونها میگن کتب مقدس، که به قول ادیان تورات و انجیل و قرآن گفته شده. دست آخونده باید بریده بشه از این کتاب ها. اون وقت دیگه هیچی ندارن برای گفتن، فقط باید برن کار کنن. شما کی هستین؟
که به خاطر اینکه به فیضیه قوم یا همون قم رفتید، حدیث و احادیث یاد گرفتید، حالا اومدین دستتون گشتین رو این کتابا مثل تورات و انجیل و قرآن، میگید که ما صاحب این کلام هستیم چون تو این لباس قرار گرفتیم با اون هیبت و هیئت. و تو از کجا آوردی اینو؟ مدعی هستیم چون به همچین لباسی در اومدیم با این عمامه و اون ردا و اون نعلی. میگیم آقا حرف زدنتون عربیه، لباساتون لباس عرباست. میگن نه خیر، این لباس لباس رسول الله است، ما دنبال سنت پیغمبریم. آخون میگه وقتی ما روی منبر میشینیم درست انگار جای پیغمبر نشستیم و هر کجا رو زمین را میریم جای مهدی یا امام زمان هستیم. یعنی اینا از پیغمبر و قرآنش و تعالیمش و عدل و عقل و انصافش، خب یه دین اگر اینا رو نداشته باشه یه دین نیست. اینا فقط به اون عبای پیغمبر رسیدن، یعنی زیر عبای پیغمبر قایم شدن و هر جنایتی رو به نام محمد رسول الله دارن انجام میدن. دزد و غارتگرن، دزدیدن عبای رسول الله رو، اینا دزدیدن و نامقدس ترین دزدهای عالم شدن.